اول کار میخوام ببینیم که هدف ما از این کارگاه چیه. هدف ما از این کارگاه اینه که خیلی راحت، خیلی آسون بیایم بگیم که داکر چیه، چه استفاده ای داره. قبلا که مثلا داکر نبود، مردم مثلا چطوری نرم افزارش نا میفرستادن توی سرور و چه مشکلاتی برام رفت. اگه یه سر فصلی توی هم گورو، هم تو وبسایت، هم ایونت، هم ایونت سنتر، توی فایل پی دی افی ما اومدیم و گفتیم که تو 4 تا جلسه میخوایم داکر رو براتون توضیح بدیم، که اولیش که این جلسه باشه ما اصلا وارد کامند لاین نمیشیم، ولی تو جلسات بعدی یه سری کارهای پیشرفته تری میخوایم انجام بدیم که حتما شما باید با کامند لاین، محیط کامند و خط فرمانهای گنو لینوکس آشنا باشید. خب اول از همه میخوام یه نظرسنجی بپرسیم، تعدادتون کمه، خیلی راحت میشه یه نظرسنجی سریع انجام بدیم. البته این نظرسنجی که الان اینجا هست پیش بینی منه، امیدوارم که اینجوری نباشه. چه تعدادتون با ویندوز کار میکنه، یعنی ویندوز بیسی؟ خیلی شد 22 نفر ویندوز. چه تعدادتون با بزن همین الان آپدیتش کنیم، اینترنت خدا رو شکر هست، سرعتش کمه ولی خب خوبه. خب چند نفر گفتم؟ 22. لود نشدم. خب چه تعدادتون لینوکس؟ 22. گنو لینوکس هر ورژنی؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. پس یه سری هم مک داریم ها؟ کی؟ چه سری ها؟ OS X، مکینتاش؟ یه نفر؟ همین؟ خب یه نفر، با خودم دوتا. این الان آپدیت شد، ما که اومدیم اینجا یه آپدیت که بزنیم این به اون یکی وصل شد. خب دقیقا همون بود که تصور بود، 76% ویندوز، 21% هم لینوکس، مکینتاش هم که هیچ. خب این خیلی ساره در آینده مشخص میکنه، یعنی در طول این جلساتی که ما داریم مشخص میکنه. حالا یه نظر سنجی دیگه، حالا اینا دیگه ببخشید، کیا تا حالا یه وب دیولپ کردن، حالا فرق نداره با چیز باشه، وردپرس باشه، هر زبان، PHP، هر زبان. چند نفر؟ خب دو. حالا اونا که اصلا نکردن، اون دیلی بهش باید راحت تره. 1, 2, 3, 6, 7. 7 حدودا. خب اینم یه آپدیت بزنیم. حالا تعداد کل چند تا بود؟ 92. خب 92 اینم 82. ای آره راست میگیم. وای خیلی تاثیر داشت. همونه تقریبا. این چند نفر بودن؟ 8 تا. بلد نبودن. 7 تا، 8 تا. 8 تا بزنیم. حالا اینا چیزه، خیلی دقیق نیست. خب چند نفر بودیم کلا الان؟ حدوداً 2, 3, 6 تا. 36 از 8 کم؟ جواب ندین اینجا دارم و یعنی 28. خب خیلی عالیه. خب پس نباید من این سلاید دارم.
خیلی باید اینترنت خوب باشه برای همچین کاری. خب پس نتیجمون چیز شد؟ 77% بله و 20% هم نه. خیلی عالیه، ما حالا خیلی پس میتونیم جلو بریم. ولی خب برای اونم که گفتن نه، حالا یه توضیحات همچی داریم اینجا. خب خیلی از شما ها یه همچه تجربه داشتیم. خب این تجربه چیه؟ وقتی که یه وبسایتی رو نوشتیم، تستش کردیم، میخوام تردون رو کار آپس، بعد میخوایم آپش کنیم اصطلاحا، میریم یه جایی یه شرط هاست میگیریم. شرط هاسته یه کنترل پنل داره، مثل سی پنل، مثل پلسک. مثلا سی پنل ASP.NET ساپورت میکنه، PHP تقریبا همه زبان رو ساپورت کنه، پلسک هم همونجور، پلسک تو ورژن های جدید PHP های نارم ساپورت میکنه. یه پنل به شما میده، یوزر پسورد رو وارد میکنی، واردش میشی با HTTPS سکیور هست کاری که انجام میدین و بعدش به ایمیل سروری وصل میشین. ایمیل سروری چیه؟ ایمیل سروری سروریه که اون سی پنل روش نصبه. خب اون شرط هاسته، کسی که شرط هاست رو به شما میده، میاد چیکار میکنه؟ میاد تقسیم بندی کرده که این سرور هم برای SQL باشه، این سرور هم روش مثلا MongoDB هست، یه سرور هم مثلا روش ASP.NET هست. خب همون پنل میاد و یه سری دسترسی ها رو به شما میده، چقدر رم داشته باشین، مثلا چقدر تا چقدر میتونه بازدیدکننده داشته باشه وبسایتتون و الاخر. خب پس خیلی آشنایین باش، حتی میتونید یه DNS کانفیگ کنین برای دامینتون و الاخر. خب این یه روشه که مطمئنا 90% این بیشتر 100% این کسایی که گفتن اوکی تجربه داشت. روش دیگه اینه که ای خدا چرا اصلا رفته، ببخشید من اینا با پی دی اف بیارم بالا که اینترنت یه جوریه که این نتایج مال قبله با چون قبلا اکسپورت کردی. خب یه روش دیگه اینه که شما پشت سیستمتون نشستین یه سرور مجازی گرفتین، حالا سرور مجازی خیلی ارزون قیمت میتونین دریافت کنین، مثلا با 20,000 تومن یا حتی هم حدود داد دیگه 20 تومن پایین تره واقعا اصلا ارزش نداره، با 20 تومن یه دونه سرور میگیرین تو خارج، یعنی تو ایران اگه بخواین یه سرور خیلی من میگم میگیرین با 45,000 تومن بهش SSH میزنیم، بهش SSH که زدیم از طریق همون تونل مثلا SSH خیلی امن سکیور واسه میشه به اون سرور. حالا میتونیم چند تا سرور داشته باشیم، یه سرور به عنوان SQL وب سرور، می سرور و الاخر، و اونا با کامند های لینوکس، یعنی با همون کامند های گنو لینوکس میشینین چیکارش کنین، کانفیگش میکنین. مثلا مینویسین یام اینستال nginx گو و گیتا برام نصب کن. خب حالا این یام هم که اگر سنت تو اف کار کرده باشیم مال همین مثل همون AP get dash install. خب پس اینم این روشه. من خودم اولین با تجربه شرط هاست داشتم، یه دو سه بارم با این تجربه داشتم و بعد رفتیم رو داکر یه خیلی راحت تر این کار انجام میده. مزایای این روش چیه برای اون روش قبل؟ مزایش اینه که شما یه سرور دارین خام هر کاری که خواستی میتونید روش انجام بدی، درسته؟ ولی معایبش چیه؟ معایبش اینه که شما رو درگیر میکنه با نرم افزارهایی، با چیزایی که باید سرور نصب بشه، چون سرور خامه یه لینوکس خام به شما میدن که حتی پورتاش همش بازه، شما باید اولین کاری که میکنید پورتاش رو ببندید. و چرا؟ چون که مثلا همون موقع یه دونه مثلا حمله به سرورتون میشه، سرورتون دام نشه. پس یه سرور خام داریم، باید اطلاعات لینوکس خیلی قوی داشته باشیم، حالا خیلی که نه متوسط، که بتونیم سرور کانفیگش کنیم. خب حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که میخواستن این مشکل در واقع حل کنن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن که یه راه کاری برای این کار قرار بدن. یه مشکلی که هست اینه که شما خیلی متفاوته، یعنی تکنولوژی هایی که
دوستان باش برنامه نویسی میکنم، مثلا من از گو استفاده میکنم، از مونگو دی بی وان من دیتابیس استفاده میکنم، از نود جی اس اینا. خب اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که اینا تکنولوژی مختلفی که همه دارن باش استفاده میکنن، پی اچ پی نمیدونم وردپرس و الی آخر، گفتن که ما کل اینا رو باید یه سولوشن براش قرار بدیم و یه راه حل قرار بدیم که طرف وقتی میخواد در اینجا مثلا وبسایتش آب کنه تو سرور خیلی راحت این کار انجام بده. خب همچی که اینجا میبینی اینا نوعش مختلفه، هر کدومش یه سازه میزنه، هر کدومش یه کانفیگی داره. اومدن یه ایده یه پیاده ساز کردن که تو کشتی رانی ازش استفاده میشه. کشتی رانی چطوریه؟ مثلا شما اگه بره بندر اینا، خب اصلا این بیخیال صدا میرسه؟ اگه بریم بنده میبینی که کشتی ها که مثلا از کره میان، ماشین فرق نداره، ماشین باشه کامپیوتر باشه و الاخر، هر نوع جنسی ها داخل یه کانتینر بسته بندش میکنه. خب و این کانتینر رو بعد هم میزنن رو کشتی و میبرن جلو، این حمل و نقلش درست میشه و خیلی باعث میشه که هم سیف باشه، همین که به تمام اجناس توی حمل و نقل به یه دید نگاه میکنه. خب پس این نکته یه که این ایده را اوورده پیاده ساز کرد. حالا داکر چیه؟ داکر میاد دقیقا همین کار انجام میده. داکر میاد اپلیکیشن که شما نوشتین سوای این که اصلا این اپلیکیشن چی کار کنه، مثلا ممکنه یه دیتا بیس باشه، ممکنه یه کانفیگ باشه، ممکنه مثلا حالا خیلی راحت یه سولوشنی باشه واسه دور زدن تحریم، مثلا میگه پروکسی سرور باشه، هرچی اینا میان داخل این کانتینر پیاده سازش میکنن و بعد اون از اون کانتینر با محیط بیرون ازش استفاده میکنه. خب حالا اینا یکم مفاهیم یکم چیزه سخته ولی آرمان اونجا میفته. شعار داکر اینه که هر گونه اپلیکیشن یا میتونین بسازین باهاش، همه جا میتونین آپلودش کنین شیپ، یعنی همه جا ببرینش و همه جا ازش ران بگیر گرینش بارو. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد اون چیز تکنیکی که شما دارین، وبسایتی که شما دارین ها پورتش میکنه روی اون داکر کانتینر. خب این خود معنای داکر یعنی بار انداز، حالا به این شکله، حالا این اومده مثلا صفر رو یک اینا گذاشته گفته هر کدوم این کانتینر ها یه اپلیکیشن، یه سرویسه، میتونه فرانت اند یه قسم، میتونه یه وبسایت باشه که مثلا با وردپرس نوشتم، میتونه یه دیتابیس باشه و الاخر. خب سوالی که خیلی مطرحه اینه که همه وقتی که آشنا میشن میگن که داکر چه فرق داره با مجازی سازا مثل مثلا وی ام ویر، مثل ویرچوال باکس و الاخر. چرا؟ چون که شما خیلی وقتی که سرور میگیرین، یعنی چون بودجه آدم ها نمیرسه میرن وی پی اس میخوان دیگه، وی پی اس مخفف ویرچوال پرایوت سرور احتمالا بعد میرین وی پی اس میخرین، وی پی اس اومده چیکار کرده؟ اون کس که وی پی اس به شما میفروشه یه سرور را، حالا قسمت اون طرف میشه، یه سرور را برداشته روش مجاز ساز نصب کرده که این قسمت خاکستری رنگ میشه و بعد از اون، حالا من اینجا میشنم چون که دیگه اسلاید نیست، پی دی اف زومش کنم، اینجا یه مجاز ساز نصب کرده و بعدش یه سری او اس آورده روش بالا. خب که مثلا او اس میتونه سنتو اس باشه، اوبونتو باشه، هرچی. و بعد از اون اپلیکیشن شما با استفاده از اون لایبری هایی که روی اون او اس هست اجرا میشه. خب پس مجاز ساز میاد یه همچی کاری انجام میده. خب این طرف کانتینر داکر میاد چیکار میکنه؟ داکر اومده سرور که شما هستین، یعنی چی؟ یعنی سی پی یو رن که در اختیار سرور هست و سیستم عاملی که اینجا نصبه اون سرور، میاد چیکار میکنه؟ میاد کاری به کرنل نداره اصلا، هیچ کاری به کرنل نداره، میاد یه سری از لایبری ها و چیزایی که خود سرور میخواد در اختیار داکر قرار میده و داکر میاد و این اپلیکیشن رو اینجا سوار میکنه. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که
شما وقتی با داکر یه کانتینر رو آوردین بالا، مثلا همه حالا اپ A، اپ B و الاخر، خیلی سریع ریستارت میشه. خب چیزی که شما مثلا اگه یه مجازی یه سرور مجازی داشته باشین خیلی سخت، یعنی یه حدودم کنم 10 ثانیه حدودا طول میکشه، بستگی داره که چقدر کانکشن داشته باشه رم و سی پی یو چقدر باشه و اینا، طول میکشه که مثلا ریستارت بشه. خیلی سریع ریستارت میشه، میتونیم ایمیجش رو ببرین یه جای دیگه ران بگیرین و الاخر. این سری تفاوت هایی که بین داکر و ویرچوال ماشین هست. خب حالا ما اینجا، حالا اینجا چون حالا یخت تخصصی هم سری میگیم رد میشیم. این یه دونه نمو داره توی ویکیپدیا هم هست که طراحی سافت داره، داکر اومده گفته که لینوکس کرنل هست، جا خودش هست، چیزایی مثل سی گروت، نیم اسپیس ها و الاخر. من اصلا خیلی ازش سر در نمیارم، ولی میدونم سی گروت مدیریت ترت ها و برنامه ها رو تو لینوکس داره. بعد داکر از LXC همون لینوکس کانتینر و یه سری از لایبری ها استفاده میکنه و روی اون سیستم عاملی که دارین میشینه و بعد انجام میده. خب الان چون حالا تخصصی هستن اینا کاری باش نداریم خیلی. خب تا اینجا سوال بفهم. بله حالا در ادامه میام. این در واقع میاد یه قسمت خیلی خیلی کوچیکی از لینوکس ها همیشه داره تو خودش به عنوان یه بیس ایمیج. خب که اینجا مثلا توی این قسمت ها اینجا نوشته بین و یه سری لایبری های خاصیه که مالی لینوکس ها، اینا تو خودش داره. خب و بعد از این بیس ایمیج استفاده میکنه. کل لینوکس ها نداره، کرنل ها نداره، ولی یه سری لایبری ها داره که از اون کرنل داره استفاده میکنه. بله شما الان مثلا اگه مثلا دات نت کار هستین میتونین با مونو رو که باشه آشنا هستین. مونو یه فریم ورکیه که میاد ASP.NET رو پورت میکنه روی لینوکس. شما اگه خواهی از داکر استفاده کنی باید با مونو پورتش کنین اپلیکیشن روی لینوکس. خب درسته، ولی حالا یه چیزی هم خواهم بگم، مثلا کل سرویس ها توییتر، فیسبوک و الاخر هیچ کدوم از اینا رو تکنولوژی مایکروسافت نیستن. مایکروسافت چون که یه در بسته داره این ویندوزش، مشخصا نمیتونه روی این سیستم رفتار بکنه و همچین قابلیت داشته باشه. حالا من اصلا پیشنهاد میکنم برین اصلا کلا رو اوپن سورس. شما خیلی فرق داره، داکر یه محیطی ها فراهم میکنه که اپلیکیشن شما توش زندگی کنه. خب سورس کنترل مثل گیت ها اینا که اصلا یه بحث جداست، اون فقط سورس کد داری، اصلا کارش جداست. حالا میریم جلو آرما رو متوجه میشه. خب اینجا همون بحث ایمیجه که گفتی، این میاد رو کرنه یه سری ایمیج میسازه، ایمیج که مثلا ما داریم واسه داکر اومده رو کرنل اصلی لینوکس یه بیس ایمیجی داریم، مثلا دبیان حجمش خیلی پایینه، فکر کنم رو در 60 مگ بیشتره. شما میان مثلا ادیتور ای مکس رو روش نصب میکنی، میان آپاچی رو روش نصب میکنی و یه دونه ایمیج درست میکنین از این چیزی که داری. خب ایمیجی که درست کردین میان ازش استفاده میکنین، مثلا یه وبسایت که داشتین توش اجرا میکنی. خب و بعد وقتی که اجرا کردین میره چی تو میشه، وقتی خواستین مثلا بفرستین تو سرور ایمیج رو میفرستین تو سرور. بنابراین محیطی که شما دارین کار میکنین توی دسکتاپتون با سرور یکسانه، یعنی فلسفه داکر دقیقا همینه. فلسفه داکر اینه که محیط توسعه اپلیکیشن چه سمت در سمت خود شما مثلا دسکتاپ چه اون طرف تو سرور یکسان باشه، این محیط باید یکسان باشه تا شما مشکلات
محیطی کمتر داشته باشه، محیط توسعه و اجرای نرم افزار. خب اینجا دوباره یه نظر سنجیه چون برای بعد میخوان. چقدرتون با گیت آشنایی هستین؟ بلدین مثلا میدونین چی چیه؟ در این هم دو چهار پنج شیش هفت هشت خیلی هفت هشت نفر میشن ده نفر دیگه. خب خیلی واقعا، یعنی اگه به نظر من یه دونه کسی که تو کامپیوتر کار میکنه با گیت آشنا نباشه واقعا ببخشی نصف عمرش در فن است. گیت یه سورس ورژن کنترله، میاد چیکار میکنه؟ میاد یعنی الان دقیقا تمام نرم افزارهایی که تو دنیا هست، تمام شرکت ها، فیسبوک، نمیدونم همین داکر، تمام سورس هست چون نگوشتن روی گیت ها. خب و باعث میشه که شما بتونید به صورت جمعی روی یک سری از کد ها، رو کدی که مثلا در اختیارتون هست بتونید تغییرات انجام بدید. خب مثلا حالا بذارین مثلا این چیز هدفمون این نیست که بریم جلو بریم جلو تمامش کنیم بعد بگیم آخ جون تموم شد بریم جلسه بعد. باید بفهمیم مثلا اگه در مورد گیت گفتیم، من ویدیو آموزشم الان دارم توی فلش هست اینجا، آخر کار بیاین بگیریم. خب هدف اینه که یه سر نخی باشه که شما برین جلو و بیشتر کار کنید. حالا یکم چیز متاسفانه الان تو ایران مخصوصا تو اصفهان خیلی باب شده، طرف میره سری مدرک میگیره، میره فوق لیسانس، میره دکترا و اصلا تکنیکالی چیزی یاد نمیگیره. شما آخر کار یعنی ته دانشگاه دکتراست، وقتی اومدین بیرون باید برین یه برنامه بنویسین، برین یه کاری انجام بدین، فقط مدرکی نیست که. خب پس اینجوری یاد بگیریم گیتا، یاد بگیریم نمیدونم یه دونه چه زبان جدیده بیاریم یاد بگیریم و از استفاده. ببینید گیت هاب کسیه که رو خود گیت خیلی مانع افتاده و یه وبسایتی هم هست همون github.com. بعد اینجا مثلا شما میزنید اسلش، حالا یه چیزی که خیلی معروف هم داکر، خب اسلش داکر، صفحه داکر توی گیت هاب. این میاد چیکار میکنه؟ مثلا حالا تعداد افرادشو اینجا 34 نفر الان هستن که مال خود کمپانی داکرن دارن روی کد کار میکنن. خب بعد میان چیکار میکنن؟ اینجا یه ریپوزیتوری داره مثلا داکر، نمیدونم سوار و الاخر، کل نرم افزاری که دارن استفاده میکنن ازش دارن پول در میارن، رایگان اوپن سورس کامل میذارن تو اینترنت. هدف چیه؟ هدف دقیقا همون کاریه که لینوکس کرد. خب لینوکس چیکار کرد؟ لینوکس اوپن سورس، کل سورس توی وبسایت ها، توی ورژن سورس ورژن کنترل را بود. خب وقتی که کل سورس هست، همه آدم ها، هم هکره، نمیدونم هر برنامه‌نویس خاص تو کل دنیا میرن رو سورس، روم سورس ها و بهبود میبخشنش. پس الان عملا داکر درسته 34 نفر از شرکت خودشون داره روی این نرم افزار کار میکنه، ولی ممکنه حدود 1000 نفر روی این همین پروژه داکر داره چکار میشه؟ دارن روش بهبودش میبخشن، فیچر اضافه میکنن، ای باشا میگیرن، با باشا میگیرن. خب پس این دقیقا یه تفکریه که خب تو ایران نیست که مثلا یکی بیاد کل نرم افزاری که داره بذاردش تو گیت ها. چرا؟ چون تو ایران اون قانون کپی رایت هم درست رعایت نمیشه. یکی از هم نرم افزار شما ورم داره کپی میکنه میره بیزنس خودش رو رام دازه، شما ممکنه جلو بزن. خب پس دینا حتما با گیت آشنا بشین، فوق العاده عالیه و قبل از نم با یه زبان برنامه نویسه حتما آشنا بشین وبی. خب حالا اصلا برای چی گیتا گفتیم؟ برای این گفتیم که داکر هاب بگیم. داکر هاب چیه؟ داکر هاب دقیقا شبیه به گیته. میاد چی کام کنه؟ میاد داکر هاب یه سری بیس ایمیج هایی که شرکت های دیگه ساختن، مثلا
شرکت مثلا خود وردپرس کامیونیتی وردپرس یه بیس میساخته میاد میذاردش داکر ها. شما دیگه میخواین استفاده کنین فقط ایمیج رو برمیدارین ران میکنین. خب پس دقیقا مثل گیت هاب که اومده سورس گذاشته این اومده ایمیج هایی از اون تکنولوژی ها از اون چیزها گذاشته. مثلا اگه اینجا زوم بکنیم ولی خب این عکس کیفیتش از بین میره. یه سری اپلیکیشن مثلا وردپرس مونگو دی بی الاخر همه اینا یعنی همه شرکت ها اومدن یه سری بیس ایمیج رو گذاشتن توی داکر هاب. از اسمش هم معلومه دیگه داکر هاب میگه هابیه که همه اینا روشه. خب اینجا و شما میتونید این بیس ایمیج رو روی هر جایی که خواستین پیاده سازش کنید. متاسفانه داکر هاب فیلتر که نه تحریمه توسط شرکت داکر. خب اگه اینجا مثلا ببینی نوشته که بر اساس قوانین آمریکا کشور مثل ایران و کره شمالی و سودان و اینا تحریمه. خب ولی خب روش داری که مثلا شما این تحریم ها رو حالا بخواید دور بزنید. این یه دیاگرامیه که وقتی که کلا بحث داکر رو متوجه شدی خیلی کیف می‌کنی بشینیم ببینیم. دیاگرامش میاد میگه چی؟ میاد میگه که هر سرویس پرووایدری به عنوان آمازون مثلا دیجیتال اوشن هر کسی که مثلا به شما سرور میده با این داکر داره چیکار میکنه؟ همکاری میکنه. یعنی شما راحت یه سرور میگیرین داخل آمازون یک ثانیه داکر را فیچرشو فعال میکنین و بعد میگین که فلان ایمیج فلان ایمیج فلان ایمیج برام روان کن همشو دارم تو دو دقیقه وبسایتتون میاد بالا. خب حالا یه نکته که خیلی جالبه مثلا برای منم جالبه مثلا وقتی من می‌خواستم برم برنامه نویسی گولنگ رو یاد بگیرم خیلی برام جالب بود کی از گولنگ استفاده می‌کنه. مثلا اگه خیلی شرکت‌های تاپ دنیا از این زبان استفاده می‌کنن پس خیلی عالیه منم میرم روش سوئیچ می‌کنم روش. حالا ما می‌خوایم بگیم که کیا از داکر استفاده می‌کنن. یکی از معروف‌ترینش اوبره. می‌دونید چیه سرویس اوبر؟ اسنپ ایرانه. باید برعکس بگین آره چون اول اون بوده. یه سرویسیه تحت کلود یه سری راننده که همینجور وسط خیابون دارن میرن اینا هر کدومش یه گوشی دارن و یه شخصی که مثلا تاکسی میخواد میگه من تاکسی میخوام میره تو سرور خودش عملیات چند جا میده میگه که فلان کس به ایشون نزدیک تر و خالی هم یه گوشی راننده نوتیفیکیشن میفرسته میگه که تو پای هستی مثلا طرف رو ببری؟ میگه باشه من پایم. میزنه بله و بعد به مشتریه میگه که ایشون الان میخواد بیاد شما را مثلا از مقصد به این مقصد ببره و مشتری وای میسه چون تمام اینا مکانیزه است دیگه مشتری میخواد زنگ بزنه آقا گودون گودون کوچه گودون سر گودون مثلا میدون فلان کجا وایستادی. خب خیلی راحت تو 170 کشور دنیا سرویس میده و روزانه بیش از 1,000,000 درخواست تاکسی توش ثبت میشه. 1,000,000 واقعا عدد خیلی بزرگیه و همینجوری ما مثلا میگیم 1,000,000 ولی وقتی که بهش فکر میکنیم و تو عمل واقعا عدد بزرگیه. اوبر دقیقا از داکر استفاده میکنه واسه اینکه تو بیزینسش هی فیچر جدید میده. مثلا الان جدیدن حتی با پهپاد هم میخواد کار بکنه شما غذا من خواستید دیلیوری انجام بدین باش انجام میدین و الاخر. حالا دیگه مثلا بقیه شا ای بی یا میشناسین 100% اسپاتیفای یا میشناسین 100% احتمالا یه سرویس پخش آنلاین موزیکه بادیو گوگل چین که اصلا استفاده از گوگل توی چین شاید 6-7% از گوگل استفاده کنن تو چین. حالا یلپ هم کارش رو سرچ کنیم اون نکته که مثلا برای ما مهمه تو ایران کافه بازار الان داره از داکر استفاده میکنه. فکر کنم حدودا 2 سالی هست 1 سال و نیم 2 سال هست که داره از داکر استفاده میکنه. حالا کافه بازار چرا داره از داکر استفاده میکنه؟ الان حدودا 40,000,000 کار برداره. شما وقتی یه اپلیکیشن جدید میاد آپدیتش این از 40,000,000 10,000,000 من بخواهم همزمان آپدیت کنم و ببینید چه حجم ریکوستی
از کاربر باید اون سروراش هندل کنه. خب و البته خب توی ایران یکم پیاسازی همچین سیستم خیلی مشکله، چون زیر ساخت اینترنتمون خیلی واقعا نابوده. خب تا اینجا سوال اصلا فهمیدین؟ ببخش نه مشکل نیم؟ متوجه شدیم؟ نه من خودمون دارم حبسان ببخشیم گفتم فهمیدیم، یعنی چیز ناسزایی نبود ببخشیم. ببینید داکر که تو لوجستیکش نیست قطعا. شما ببینید سرویسه، خب یه زمانی طرف یه فیچر جدید داره برنامه نویسه، خب چون این مفاهیم یکم برای شما سخته، من اینه که تو عمل یکم درگیر باش کم تر بودی. خب برای همین اول کار گفتم کیان سرم دب دیولپ کردم. میاد اوبر حدودم فکر میکنم 10,000 تا کارمند داره، انجینیر و کارمنده نراننده. از 10,000 تا انجینیری که داره خیلی از ندارم یه دونه فیچری که با نرم افزار دارن کار میکنن. بعد مثلا یه فیچر جدید میده میخوان تستش کنن، پروسه که یه فیچر جدید میده تا تست بشه بعد تا بره دست مشتری برسه ممکنه 6 ماه تو اون حالت قبل که گفتیم طول بکشه. چرا؟ چون که محیط که داره دیولپر برمی‌نویسه، خب رو لپتاپ خودشه، ممکنه ویندوز باشه، ممکنه مکینتاش باشه، لینوکس باشه و الی آخر. یه سری فیچرهایی نصب کرده، اونجا تو سرور یه محیط دیگه است. خب این میاد داکرش کار کنه، میاد وقتی که طرف داره برمی‌نویسه، یه وبسایتی داره درست می‌کنه، خب ایمیجش داره ران می‌گیره. خب وقتی خواست تست بگیره ایمیج رو می‌فرسته تو سرور، یه تست می‌گیره. بعد وقتی که آماده مرحله پروداکشن شد که بره روی سرور و همه ازش استفاده کنن میفرسته رو سرور. یکی این دلیله که این پروسه انتشار نرم افزار خیلی سریع باشه، و یکی دلیلش اینه که چی؟ اینه که تعداد کاربرا که خیلی زیاد میشن. چرا؟ چون که شما ببینید تمام این راننده‌ای که داره تو کل این کشور باید دقیقاً ثانیه به ثانیه ترک بشن. مثلا اگه راننده رفته اون کله شهر بگه طرف مثلا سروره بگه هنوز این طرفه، خب این یه اطلاعات غلطیه به اون کاربر میرسونه و بیزینس اون شرکت میره زیر سوال. خب باید دقیق و عالی رفتار بشه. خب برای همین داکر ازش استفاده کن. بفهم اگه پابلیک باشه نه، دقیقا مثل گیت ها، اگه پابلیک باشه نه، ولی اگه پرایوت باشه هر اکانتی میتونه یه دونه داشته باشه. یعنی منم میتونم توش ایمیج بذارم؟ بله پابلیک بله، ولی پرایوتش یه دونه شما میتونید بذاری، هر اکانت بذارین توش. و ولی روشی داره که شما حالا تو جلسه سوم چهارم اینجا من تو لیست کردم که شما یه دونه داکر هاب رجیستر بیارین بالا خودتون، خیلی راحته. دقیقاً نرم افزارش در اختیار شما بذارین که شما خودتون یه دونه داکر هاب بشه. دقیقا. حالا مثلا نه اینکه یه قسمتی از وبسایت این نوشته باشه یه قسمتش این طرف. ببینید دقیقاً حرف که شما زدید دقیقاً همین. توی دنیای امروزی حالا قدیم ASP.NET مثلا وب فرم بود و الاخر PHP بود. طرف که مثلا میگفت آقا این وبسایت آقا کار وب دیولپر. خب هم فرانت اند میزد، یعنی هم سمت سرور میزد، هم سمت کلاینت میزد، هم سمت سرور. چرا؟ چون که اون تکنولوژی خیلی پیشرفته نبود، چیز به عنوان جاوا اسکریپت که اینقدر الان قویه نبود و الاخر. خب یه نفر همه کاری میکرد و یه دونه پکیج میکرد میذاشت مثل همون شیر تاست میذاشت و آپلود میکرد. ولی الان دقیقا تیم ها گسترده شده، همه شکسته شده، یکی یه قسمتی ها مینویسه، یکی یه قسمتی دیگر رو مینویسه. و دقیقا این وقتی که طرف این قسمت مثلا فرانت اند نوشت، لیست برنامه نویسی قسمت بک اند نوشتن، اینا هر کدوم میشن جدا جدا رو سرویسی که دارن کار میکنن میرن جلو و رو ایمیجی که داکرش هست میرن. دقیقاً کلا یه سری مفاهیم، چون ببینید نیازش هنوز اونقدر رو تو کشور
ما نیست. خب مثلا الان نیازش برای کیه؟ برای کافه بازاره. خب تا قبل از که کافه بازار اون گوشی یا اندروید بیاد کی بیشتر از همه این داشت یوزر داشت تو ایران؟ کلوب.com مثلا. حالا نمیدونم تو اطلاعاتی که هست احتمالا همه کلوب.com بود، میگفتن 2 میلیون کار برداره. خب وقتی این سرویس ها و این تکنیک ها، اولا که خیلی کار دارن راحت میکنه، تو این شکی نیست، ولی وقتی خیلی قابل ملموسه و خیلی جالبه برای شما که استفاده ازش بکنید که یه سرویس بزرگی در این دیولپ میکنه. مثلا طرف میاد به شما میگه آقا من برای بقالی محلمون، یا مثلا حالا بقالی نگی، برای هایپر محلمون یه دونه وبسایت میخوام. خب شما میرین 2 ماه یه دونه وردپرس رو هم دارین کاستومایزش میکنین، یه اطلاعات در مورد اون هایپر میذارین توش. خب حالا وردپرس یه سی ام اس یا یه وبسایت آپلودش میکنین تو با همون شیر کاست آپلودش میکنین تو سرور، بعضی استفاده میکنن همین. خب ولی چند نفر دارن به اون وبسایت مراجعه میکنن؟ درسته؟ مثلا تعداد خیلی کمیه. و یا اینکه شما آیا هر روز دارین رو فیچرهای جدید میذارین رو اون وبسایت اون هایپره؟ نه، یه بار گذاشتین، حالا فوق 6 ماه بعد میگه که آقا فلان چیزا من میخوام اضافه کنم، شما فلان چیزا اضافه کنین میفرست. توی همچین کارایی اصلا داکر جالب نیست که مثلا انجام بده. خب سوال دیگه بفرم. کور او اس، کور او اس، کور او اس، اون کوبرنتس نشنیدم، والا نشنیدم، نمیدونم. ولی تا همین چند وقت پیشم آقای رضا محمودیان سی تی او کافه بازار تو توییتر داشته باشینش، دقیقاً همین همیشه با این داکر داره سر کله میزنه. اونا نمیدونم، حالا باید ببینیم چه. بفهم ایمیجش که در اختیار همه قرار نمیده که. ایمیج های منظور یه دونه داکرشه؟ نه، در اختیار همه قرار نمیده. وگرنه شما میرین یه دونه مثلا مثل مایکت درست میکنین کافه بازار لهش میکنین. نه، ایمیج ها پرایویت واسه خودشه، سرویسش در واقع داره روی ایمیج ها میره جلو. ولی شما مثلا حالا داکر ها با بیان ببینین، حالا دقیقا یه وبسایت، البته باید با وی پی ان اینا برین، چون اگه بدون با آی پی ایران برین میگه که دست رسیدون ارور 403 میگه. تو این داکر هاب دقیقاً کسایی که ایمیج های پابلیک هست گذاشتن، مثلا وردپرس گذاشته، الان انجینکس، نمیدونم اوبونتو، سوار، حالا این است که خیلی پرطرف داره، مثلا وردپرس. خب 10K استار خورده و 5 میلیون تالا پول شده، گرفت شده. خب در این شما میتونید برید وردپرس ها برید یه سرور مجازی که دارید داکر رو روش نصب کنید. خب حالا این آره رو تو قسمت های بعدی میدیم یه همچین تکنیکی وردپرس ها ایمیلش ها میگیریم از داکر ها و بعدش ران میکنیم. تم شده ران شده دیگه، نام لازم نیست که برید SSH بزنید برید PHP رو نصب کنیم، حالا ورژن PHP به اون وردپرس میخوره یا نه، MySQL ستاپ کنیم، کانفیگ کنیم و الی آخر. یه سری کانفیگای خیلی کمی داره تو همون داکر ها، تو اون ایمیج کانفیگای که انجام میدین وردپرس رو میارین بالا. خب بد نیست، یعنی باید ببینید مصرف چیه. اگه واقعا یه شرکتی باشه تعداد کاربر زیاد داشته باشه، آره خیلی خوبه. ولی اگه مثلا گفتم مثلا یه دونه وبسایت خیلی کوچیکی باشه، مثلا یه مشاوره املاک باشه فلان باشه و اینا، همون شرط هاست باشه از سرش هم زیاد. بله. و حالا یه سری توضیحات در موردشون هست و یه بیسی که از روش داره لود میشه. درست. اگر ما آپدیت های مداوم کافه بازار رو در نظر نگیریم، قبول داریم که همون بیس راحت میشه روی
نه نه ببینید شما حالا اتفاقا الان مثلا مثال جالبیه، اگه تو ASP.NET شما ASP کاری؟ متاسفانه نه. اوکی PHP خب مثلا تو ASP خب شما اگه یه کاربر بیاد بس بشه، حالا خیلی ها تو زمانه ما مثلا 86 کنکور داشتن، سنجش همیشه داون میشه، اگه همه یادتون باشه میرفتیم تو سنجش تو این یک ساعت دو ساعت اول داون میشه. چرا؟ چون سنجش بیسش ASP.NET و سرورشون قد قدی نبود. چرا؟ چون که هر کار برای که میاد یه سشن دنبالش هست، یه سشن داره. خب سشنی که داره دو مگ سه مگ رم داره میگیره تو اون سرور. وقتی اوورفلو میکنه تعداد کار برای بیشتر از اون حد توان اون سرور میشه، خب سرور داون میشه. خب این جاکر کاری که میکنه اینه که این روند کلودا، یعنی روند این که شما پخش کنیم کاربر رو چند تا سرور راحت تر انجام میده. خب باعث میشه که شما بیان چیکار کنین؟ بیان چند تا 10 تا 20 تا سرور تو کل دنیا داشته باشین، داکر رو روش نصب کنین با سرویس سوا که حالا قرار در جلسه آخر باشه اگه موافق بودین که اصلا باشه این جلسات. میاد چیکار میکنه؟ میاد و ایمیجی که شما دارین رو پوش میکنین، یه دونه مثلا ورژن جدید از نرم افزار رو تمام این سرورها آب میشه. یعنی شما در لحظه تغییرات رو میتونه اعمال کنید توی اون سیستمی که داره و کاربران زیادی هم میتونن هر کاربری هم به سروری که نزدیکشه وصل میشه. این چوری یعنی دیگه لازم نیست اون نرم افزاری که می‌نویسی یا کلاستر شده بنویسی. دقیقاً حتی بستگی داره به اون سرور، به اون زبانی که می‌نویسین، دقیقاً همچین کاری انجام میده. دقیقاً یه کلاستر باش درست کن. داکر بیشتر با لینوکس کار میکنه، یعنی چون هسته و اون ایدهش از لینوکس درست شده با لینوکسه. ولی شما میتونید رو ویندوز داشته باشین، مکینتاش و اوبونتو و الاخ. توی این اسلاید دقیقا لینک های چیز اومده، نصب. شما وقتی این اسلاید داشته باشین میدین کلیک میکنین روش میده توی داکر، توی همین وبسایتش. خب وقتی برین توی وبسایتش میاد میگه که یه سری پیش نیاز هایی داشته باشه کامپیوترتون، که پیش نیاز ها من چون حالا سیستم عملا مکینتاشه باید ویندوزم رو بیارم بالا. پیش نیازش اینه که باید بتونه یه مجاز ساز رو این ویندوز رو نصب بشه، اصطلاحاً یعنی ویژوالیزیشنش نیبل باشه. حالا اگه قبلاً ویژوال باکس رو سیستمتون نصب کردیم مطمئناً پیش نیازش داره. از ویندوز 7 به بالا میتونین رو 7 به بالا داکر رو نصب کنین. و نکته‌ای که داره اینه که این لپتاپ هم خیلی قدیمیه، هنگ نکنه خیلی. نکته ای که داره اینه که ویندوز چون هست اصلش لینوکس نیست، میاد چیکار میکنه که داکر رو بیاد روش ران بکنه؟ میاد یه قسمتی از در واقع در دل ویرچوال ماشینی که دارین، ویرچوال ماشینی که مثلا از خود ویرچوال باکس استفاده می‌کنه، یه لینوکس نصب می‌کنه و بعد از به اون لینوکس متصل میشه. پس به صورت نیتیو کار نمی‌کنه داکر روی ویندوز. حالا این جگه اسلاید بعدی یاد ببینید، یعنی شما اگه ببینید تو تاسک منیجمنت
چیکارش کنیم؟ لپتاپ رو بگیریم. نه طول میکشه تا آخر بیاد بالا دوباره کن ریستارتش کنیم. من درست بشه اگه نشد روشنش کنیم. آره اگه نشد سویش بکنیم. این مشکلش اینه که چیزه خیلی وقت مثلا زیاد استفاده میکنم میدونستم این قهوالش بده. آره الان این پاز بشه دیگه هر روز آقا دست در میکنم. حالا اگه این نشد سویچ میکنم. خب این بسته شد یفته چون که این الان هم به پروژکتور اینا وصله گرفت کش خیلی درگیره ویندوز داره نمیتونه بیارش بالا. ببخشید خب اینجا یه تیکه قسمت ما حفظی میریم جلو ولی دقیقا مثل همین مکینتاش یعنی فرقی نداره. حالا دقیقا تو خونه اگه بریم توی این لینک یه فایل اگز هست حدودا حالا توی این فایل هایی که من گذاشتم هم هست حالا. یه همچین فایلیه 206 مگه یکم زیاده چون که چیزهای مختلفی رو نصب. وقتی که نصبش کردین قبل از که نصب کنین باید این تیکه اوکی باشه مجلسات ویرچوالیزیشن که بتونه ویرچوال باکس روی سیستمتون نصبش. خب و انجام میشه. اینجا همون قسمتیه که گفتم سمت راست ویندوز اومد نشون داده میگه که داخل ویندوز چون که نمیتونه داکر رو صورت نیتیو روی ویندوز قرار بگیره میاد چیکار میکنه؟ میاد یه دونه ویرچوال یه ویرچوال به صورت ویرچوال یه لینوکس هم میاره بالا و بعدش اون داکر کلاینتی که توی ویندوز هست حالا کامند لاینه توی کامند پرومت میتونیم بنویسیم یه محیط ویژوال هم داره که ما الان اون محیط ویژوال کار کنیم میاد وصل میشه به این داکر هاست. خب ولی توی خود لینوکس میاد چیکار میکنه؟ میاد داکر تو دل خود لینوکس نصب شده واسطه ای بینش نیست. دقیقا ماله اونه که دیزاین و پترن ویندوز جوریه که اون فایل سیستمش جوریه که نمیتونه داکر روش کار بکنه. یه ابزار داره به نام کایتماتیک اینا یه بند خدایی درست کرده بعدش کلن ابزار و طرف و همه اینا رفت تو شرکت داک. ابزارش خیلی جالبه برای یه سری کارهای تستی ها اینا خوبه. خب ببینید حالا مراحل نصب ها اینجا میارم که خیلی چیز نباشه. دقیقا اینجا شما چک میکنید ویندوز دون بالا تر از 7 باشه حالا 8, 10, هرچی یا خود 7 بعد این تیک هم چک میکنید بعد این داکر تول باکس ها که فایلش هست دانلود کردین دیگه همون یه ویزارده نیکست میزنین نیکست و فینیش. همراه این داکر چند تا چیز دیگر هم نصب میکنه که خیلی استفادهش جالبه. یکیش گیت بشه یعنی دقیقا شما به جای اینکه برین توی کامند پرومت میرین توی گیت بش و دستورهای کامند لینوکس دیگه میزنین
حالا اگه میمد بالا بدونش میدم بس نشد، یعنی تقصیر من بود، باید یه سیستمی بهتری میبرد. خب و میاد بالا. وقتی اومد بالا اینجا، حالا من توی مکینتاژه دقیقا توی ویندوز یه همچین آیکونی داری شما کایتماتیک، دبل کلیک روش بکنی به عنوان اولین بار من اینا رانش کردم تا سری بره جلو. حالا ممکنه بازم طول بکشه. می‌نویسه چی؟ استارت داکر وی ای ویچوال باکس رو میاد ستاپ میکنه، خودش اینیشیالایزش میکنه، کانفیگرش میکنه، یه دونه لینوکس داخلش میسازه و بعد اون لینوکسه که داخل ویچوال باکس کانکت میشه. البته داکر اومده توی نسخه بتا یه کاری انجام داده که به صورت نیتیو شما بتونین نصب کنین داکر روی مثلا ویندوز یا مکینتاش. خب اینجا ما بعد وی پی انمون برقرار باشه اتصال پیدا کنه. چرا؟ چون که گفتیم داکر هاب فیلتره، یعنی از بس گفتیم فیلتره و همه چی برام فیلتر بود، چون داکر هاب ما رو تحریم کرد. من چک کنم اینم الان اینجا مثلا سرچ میکنیم مینویسین وردپرس، میره بیس ایمیج هایی که وردپرس هسته میاره. حالا اگه اینترنت ببینید دقیقا بیس ایمیج مثلا نمیبینی یا نه، نوشته که خوب شد، نوشته آفیشیال وردپرس. چی کار میکنه اون ایمیج؟ یه توضیحات مختصری، لینکش هست که بریم تو وبسایت. یکی تا حالا لایک خورده در این هسته شبکه اجتماعی، 9 میلیون هم تا حالا مثلا پول شده این ایمیج. خب حالا اینجا اینترنت اینجا هم سرعتش پایینه هم که وقت زمان نداریم. فکر کنم حدودا حجم این شاید در حدود فکر کنم 300 میگ اینطور رو باشه. شما این کریئیتر که بزنین میره دانلود میکنه کل ایمیجا و یه ران میگیره ازش. خب ما حالا توی اینجا من استری بیس ایمیجا رو از قبل داشتم. خب یه بیس ایمیج اینجا هست به نام آلپین انجینکس. حالا اینو میگم این آلپین چیه، خیلی جالبه. کریئیتر روش میزنم، کریئیتر که زدم اون بالا ببینین نوشته رانینگ، یعنی این ایمیج داره رانش میکنه و اینجا هم توی کنسول اونرشیپ هم پرمیشن فیکس بکنم ران شده. این یه اروره ران شده، این حالا اشتباه چیز نوشته ولی یه چیز دیگه است. این ران شده، اینجا لاگش هم می‌نویسه و اینجا هم یه وب پریویو داره. اگه مثلا ایمیجتون یه جوری بود که وبسایتی بود و روی پورت‌های HTTP بس مثلا واسه ست شده بود، اینجا که بیاین بزنی یه پریویو نشونتون میده که دقیقاً الان ببینین اینجا رو ببینین زوم نمیشه اینجا روی آی پی آدرس 192.168.99.100 و با پورت 32 مثلا فلان این انجینیکس آورده بالا. اینه که شما دیدین نه فهمیدین که روی اون مجازی سازی که لینوکس هست یه داکر یه کانتینر الان رانه که انجینیکس و صفحه ایندکسش هم انجینیکس چیه؟ انجینیکس یه دونه وب سروره مثل آپاچی. خب حالا یه کانتینر دیگه رو می‌خوایم ران کنیم. اینا اول بزنیم، اول استاپش کنیم ببینیم مثلا الان استاپ شد، بعد خواستیم دوباره استارت کنیم سریع دوباره ران شد. ببینید اینجا الان اون مشکل هم دیگه نداره، توی وب پریویوش اوورده قشنگ. من اینجا تو لاگش نوشته که چه اتفاقاتی رخ داده واسه اون کانتینر.
خب اگه خواستیم ریستارت کنی ریستارت ها میزنیم بالا ببینی؟ پس اینجا الان مثلا دوباره یه بار دیگه بزنیم ریستارت کنی دوباره استاپینگ و بعد دوباره رانینگ ببینید چقدر راحت؟ یعنی الان شما یه دونه وب سرور وب سرویسی دارین که با تو چند ثانیه دو ثانیه حالا سر ریستارت میشه ویندوز نه ویژوال واسه لینوکس نداره فقط مکینتاش و چیز ویندوز چون آقا لینوکسی ها مثلا خیلی عشق ترمینال هم درست نکرد خب مثلا اینجا الان شما اگه اگزیکیوت رو بزنین محیط کامند لاین اون ایمیج براتون ران میشه خب و میتونیم باش کار کنیم خب الان مثلا محیط کامند لاینش بیاد بالا ببینید اینجا الان من بزرگش کنم مثلا یه LS گرفتم این فایل های روته اون بیس ایمیجیه که داره و دقیقا داخل اون کانتینر اون کانتینریه که این الان داره ران میشه و میتونیم دستورات رو اجرا کن اگزیت ما میزنیم که لاین بیرون خب پس دیدین که چقدر راحت شما دقیقا اینجا حالا چه سرچ انجام دادیم یه دونه وردپرس نمیدونم انجینیکس هر چیزی هر اوبونتو دبیان داخل اون داکری که دارین به عنوان یه کانتینر شما میتونید ران بگیرین ازش خب مثلا ما الان سرچ میکنیم اوبونتو ببینین قشنگ اوبونتو رو آورد حالا خیلی هم بیشتر از اون چیز خورده لایک اینا خورده خب بذارین قبلی رو من ریمووش کنم دقیقا خواستین ریمووش کنین میگین توی اینجا یه دگمه داره اینجا ریمووه که بزنین ریموو تموم شده رفت خب الان چقدر راحت یه دونه کانتینر درست کردیم سریع هم یکی ثانیه هم ریمومش بتونیم خب حالا بیام یک کار جالب تری انجام بدیم به عنوان مثال من الان بیس ایمیج اوبونتو رو دارم خب تگشم آخرین ورژن اوبونتوه همین دیشب دانلود کرد خب شما کریئیت که بزنی دقیقا ببینی اینجا نوش رانینگ در دل اون داکر در قالب یک کانتینر ما اوبونتو رو الان ران کرد خب الان خیلی منطقی نیست خب یه اوبونتو ران کردم توی اون داکر چه استفاده ای داره وقتی منطقی میشه که شما یه سرویسی رون اوبونتو نصب کنید و کل نرم افزارتون کل اون وب سرویسی که دارین کل اون لاجیکی که دارین به عنوان یک ایمیج درستش کرده باشین و بعد ازش ران بگیرین ولی خب یه کاری که جالبه اینه که الان شما اگه اینجا ما اگزیکیوت بزنی که بره وارد محیط کامند لاین اوبونتو بشه میبینیم که بازم زوم کنم میبینیم دقیقا فایل هایی که خود اوبونتو داره خب یا حتی APT یکم با تأخیره توجه دارین مثلا کاملش نشه APT مثلا یا همه APT-get install همه اینا رو داره خب پس اومده رو اون کرنل اصلی لینوکس هست که داکر باش داره ارتباط برقرار یه دونه بیس میگی از مثلا اون که ما ساختیم و داریم باش کار خب حالا کسی که خیلی مثلا حتی مثلا لینوکس کار نکردم خیلی فقط در همین حده که رو سرور باش کار کنم چون که خیلی با محیط کامند لاین یا اون فیچرهای خاص رو نداره زیاد با لینوکسی نیستی خب اگه بنویسین یو نیم درسته داش آر نه چی ان آر خب مثلا نه آتو کامپلیتر نداره و همش تب تب
نمیشه. خب اینجا اگه ببینین نوشته ورژن چی؟ بوت تو داکر، یعنی کرنل همونه. الان اگه مثلا دبیان رو بیارم بالا دور همینه می‌نویسه، یعنی کرنل اصلی تمام اون کانتینر را از یه قسمت اصلی داره استفاده میکنه. در واقع فقط یه محیطیه برای شما فراهم کرده که مثلا آقا برنامه نویسه با اوبونتو خیلی کار میکنه، خب با پکیج های اوبونتو آشناه، بیاد این محیط با اوبونتو درست کنه و ویب سایتش را با اوبونتو با بیس ایمیج اوبونتو بیاره بالا. بله خودت هم میتونی بسازی. چطوری میتونی خودت بسازی؟ میری مثلا یه دونه سنتوس نصب می‌کنی خام و بعدش اونجا یه ایمیل از اون سنتوس که خودت اون دارین می‌سازی. آره خیلی راحت میشه. خب همون بحث همون میشه. سنتوس بعد سنگ میشه. ولی اون بیس ایمیج که می‌سازه خیلی کم حجم‌تره. ولی دقیقاً این موضوع هست. موضوع چیه؟ موضوع اینه که همه دوست دارن بیس ایمیجشون خیلی سبک و کم حجم باشه. به عنوان مثال اون انجینیکس که الان رانش کردیم از آلپین داره استفاده میکنه. خب بذارین دوباره رانش بذارین چیز باشه، حدودا 5 مگه فکر کنم، نه 13 مگه. یعنی خود آلپین یه ورژنی از لینوکسه که خیلی کم حجمه، 5-6 مگ بیشتر. خب حالا شما مثلا انجینیکس روش نصب کرده باشی یکم حجمش میره بالا، مثلا میشه 14 مگ. خب بله دقیقا خیلی کم حجم و کوچول مچول درست کردم. بفهم نه نه اصلا چون این الان خیلی چیزه با اینا گفتم یکم همه رو میتونی داشته باشید. مثلا من شما میتونی روی یه سروری که اصلا 2 گیگ رم داره خب بیان 10 تا کانتینر همزمان ران کنیم. میتونید هم همش با هم باشه. مثلا شما یه ویب یه پروداکتی دارین خب که با 4-5 تا قسمت شده به 4-5 تا قسمت به 4-5 تا کانتینر خب میتونید همش با هم دیگه توی دستور ران میشه و تن دقیقا اینا میتونید به هم دیگه لینکش کنید. حالا اینا در جلسات بعدی اگه باشه اینا به هم دیگه لینک میشه. خب مثلا این پورت فلان پورت 8080 این کانتینر لینک میشه به این کانتینر، بعد این کانتینر مثلا SQL روش نصبه، پس اون وب سرویس در از اون SQL استفاده میکنه و تمام اینا ایزول است. و خوبیه این داکر همینه که حتی امنیت هم خیلی بهتره براش. چرا؟ چون که شما دقیقا میگین که این کانتینر چی ازش بیاد بیرون، چه پورتی ازش بیاد بیرون. خب الان این آلپینه را اگه اینجا مایکروسافت بخیر آها این است، این الان این آلپین است. خب اگه برین تو همین داکر هاب dockerhub.com آلپین را سرچ کنین بیس ایمیج نشون داده. خب لست پابلیشش 20 روز پیشه، یعنی ممکنه اون کسی که این ریپوزیتوری ها تحت تکلف خودشه تحت اختیار خودشه اومده آپدیت داده بشه و شما وقتی خواستین میتونین آپدیت بزنین اون مشکلات امنیتی اون بیس ایمیج رو رفع کنین. خب قشنگ الان تا که بیاین پایین یه جا نوشته چند مگابایت اینجا اصلا نوشته، خب نوشته only 5 مگابایت. این دیگه از این مینیموم تر خیلی کمه دیگه پیدا کنیم. مینیموم ترش هست اینه که از خود بیس ایمیج بسازیم. اون خود رو کنم شده 2 مگ ولی خیلی کار رو نمیتونین انجام بدین روش. برای بعضی جاوا استفاده داره. مثلا یه الان 5 مگ بود. انجینکس ها که اضافه شده بسن شده 13-14 مگ. خب. حالا یه کار دیگه همیشه که الان اوبونتو ران هست ما میریم نیو کانتینر رو میزنیم میریم توی مای ایمیج، ایمیج هایی که روی لوکال اینجا قبلا گرفته شده دبیان رو میزنیم کرییت. دبیان یکی از دیستریبیوشن های لینوکسه و
اصلا دبیان با اوبونتو خیلی فرق نمیکنه. یعنی اون مثلا لینوکس اطلاعات لینوکس خیلی 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 ضعیفه، ولی اوبونتو ورژن خوشگل شدن دبیان در این حد بدون. خب اینجا الان رانینگه، اگزیکیوته که بزنیم. خب این الان یه دونه ترمینال دیگه برای ما اوکی کرد و اوورد. خب ما اینجا LS که بزنیم دور تقریبا شبیه به همه اوبونتو، چون الان دبیان با اوبونتو خیلی فرق نداره، بنویسیم uname-r، همون بوتو داکر رو می‌نویسه. چرا؟ چون که همش از همون بیس اصلی لینوکس است. حالا این بوتو داکر کجاست؟ بوتو داکر بذارم من یه دسکتاپ خلوت بیارم. اگه ویرچوال باکس ها بیارین بالا دقیقا میبینی اون، ببینین نوشته دیفالت رانینگ، دقیقا اون لینوکسیه که داکر ساخته تا بتونه ایمیجش ها توی اون لینوکس درست کنه. پس کرنل اصلی همش یکیه. خب سوال چیزی؟ سوال بفهم. دقیقا بله دقیقا. بله نه ببین بستگی داره، مثلا بستگی داره به اون کسی که اون ایمیج رو ساخته که شما ازش استفاده کنید، سلیقه ای یکی ممکنه مثلا کل اینا رو یکیش کرده که البته یکم عقلانی نیست، مثلا عقلانی تره که شما MySQL جدا بذارید. چرا؟ ممکنه مثلا دیتابیس کرش کنه کل اون کانتینر مشکل برش پیش نیاد. خب بستگی داره به اون کسی که اون ایمیج درست کرده، ولی اصولا خود دو تا میشه، یه وردپرس میشه و یه MySQL. ولی ممکنه شما یه بخواین کاربرتون خیلی زیاد بشن، خب میگن چند تا وردپرس میذاریم، یعنی چند تا اینستانس از وردپرس میذاریم و بعدش با لود بالانسر رو انجین ایکس بالانسش میکنیم. مثلا کاربری که میاد اول گرده به این دو گرده به اینطور که تعداد کاربر زیادم واسه سرویس مشکل پیش نیاد. بله ممکنه. شما میتونین اگه مثلا تگ آخرین لیست نذارین، خب یه تگ مشخص بذارین مثلا 4-2 خب که اون بعد کار کنه. ولی اصولا اینطوریه. چرا؟ چون آپدیت های اصلیه امنیتی همیشه واسه خود کرنل اصلیه لینوکسه. شما سرور اصلیه که وقتی آپدیت میکنی خب پس چیزی نیست. دقیقاً یه روی اون کرنلی که داکر در اختیارشه شما یه تون کانتینر یه سری بعد ابزارات دارین که بتونین پکیج دست کنین فلان کارو بکنه و اینا. و با اون کرنل ارتباط برقرار. اینطوری. خب. اوبونتو مگه دوباره این اوبونتو رو هم بخوام ویرچوال ماشین بیارم والا یکم سخته. اوبونتو خیلی راحته. شما میرین تو کامند لاین می‌نویسین سودو، اگه اوبونتوتون ورژنش بالا باشه این پری ریکوایرمنت ها رو هم برات داره. خب می‌نویسین می‌نویسین سودو apt install docker engine. خب این دستور رو که بزنین داکر نصب شده رو سیستمتون، میره یهو دن 70-80 میگه فایل ها میگیره از اون پکیج منیجره و با اون دستور پایینیه استارتش میکنه سرویسش ها و میره جلو. اگه مشکل پیدا کرد مشکلش مشکل پرمیشنیه، چون که شما با سودو سوپر یوزر دو یعنی با همون یوزر روت اینستال کردی، مشکلی که براتون پیش میاد اینه که با یوزر خود معمولیه نمیتونید باش کار بکنید، برای همین باید یوزر خود که معمولیه را ادش کنید به گروپ داکر. حالا اونم نوشته یوزر نه اینجا با این دستور
sudo user mode dash حالا این آپشن هاشه داکر و این یوزر رو اینجا قرار بده. خب میتونی قشنگ پرمیشن شو برای یوزر خودتون ست کنی که داشته باشه. محیط گرافیکی مثل ویندوز اینا نداره، یعنی کایت متیکا نداره، این محیط خوشگل اینا رو اینجوری نداره. ولی خب حالا مشخصا کسی که با لینوکس کار میکنه خیلی با کامند لاین راحت، خیلی راحت تر بوده که رفته به لینوکس، پس با کامند لاین میتونه کارش انجام بده. کامند لاینش هم خیلی سخت نیست، یعنی ما چون که میریم جلو بیشتر با کامند لاینش باید یکی کار کنه و عادت کنه. چرا؟ چون که شما سرور که میخواین بگیرین که محیط گرافیکیشو که نصب نمیکنین، که سرور که مثلا ویرچوال ماشین که میگیرین، ویرچوال ماشین میگم وی پی اس که میگیرین. خب اینجا رو اوبونتو هم نصبش اینه، روی مکینتاژ هم فقط نکست نکست نکسته. حالا کسی هم شما فقط مکینتاژ درست میدرسه، فایلش همه دی ام دیشو میگیرین نکست 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 میزنین و دوتا اینجا دوتا چیز میاره، یکی داکر چیزه که اینو بزنین میره اینیشیالایزش میکنه ترمینال رو براتون باز میکنه، یکی هم کایت متیکه، اینجا تا اپلیکیشن رو میاد نصب میکنه رو سیستمت. خب حالا دور یه نظر سنجی چند نفرتون با ترمینال آشنا؟ تقریبا 40% میشه. خب چون که حالا من نمیدونم واقعا استقبال شما چطوری، آیا این جلسه جالب بوده چیزی یعنی بردون مفید بوده یا نه، حالا نمیدونم بردون مفید بوده، میخواین مثلا جلسه بعدش اینجا باشه یا نه، چون اینا همه رایگانه، شما رایگان میان ما هم همینطور و خیلی هم عالیه. یعنی اگه این جلسات همیشه باشه تو همه زمینا، مثلا توی خارج دقیقاً یه سری میتابای هست، یه سری کامیونیتی درست کردن، مثلا توی سان فرانسیسکو 10 نفر 20 نفر هستن در زمین داکر دارن کار میکنن. خب ماهی یه بار نمیدونم دو ماه یه بار یه میتاب میذارن، میان تکنولوژی روز دنیا رو اونجا میتینگ میذارن، یکی میاد حرف میزنه بقیه دارن استفاده میکنن. خب و همین باعث میشه که سر نخ داده بشه به همه، وقت طرف وقتی اون سر نخو میگیره دیگه خودش میره تو داکیومنت و اون تکنولوژی خاصو یاد میگیره. خب پس خیلی عالیه، چون که متاسفانه ما دانشگاه ما البته تو آمریکا خارج هم همینطوره، دانشگاه خیلی فاصله داره با محیط کار، خیلی یعنی فرسنگ ها فرسنگ ها. اون یه دنیا دیگه است، یه دنیا دیگه است و علتش هم بیشتر استادا میتونن باشن چون خیلی کار نمیخوان، بیشتر مقاله با اینا میخوان، خود دانشجو هم میتونه باشه. مثلا خودی من مثلا اصلا دو سه سال اول دانشگاه همینجور الکی میرفتم میمدم و در پی این نبودم چیز جدید یاد بگیرم. خب ولی خب حالا این جلساتی که هست میتونه مفید باشه برات. خب یه سری فایل من آوردم روی این فلش هست، حالا تون وقت استراحت که هست شما میتونید با کامپیوترتون همه رو پخشش کنید، حالا یه دونه ورژن بیشتر نیست، حالا کامپیوتر خودم هم هست. یه ویدیو یا جادی حالا خیلی یادشات بشنفیم در مورد همین آش چیز دوستی با کامند لاین، خیلی راحت ها خیلی با حالا خیلی ورژن لایت اومده کامند لاین لینوکس ها توضیح داده، خودم 40 دقیقه بیشتر فیلمش نیست، یه دو سه بار که ببینین قشنگ کامل یه سری میاد دستتون که چیکار باید بکنین تو کامند لاین. یه دونه دور است، حالا اینجا اگه یه دور از توی فرانش سایت وبسایت فرانش وبسایتی بیشتر آموزشش رایگانه، من پارسا در مورد همین داکر درست کردم حدود 3 ساعت تو وبسایت فرانش هست، حدود 170-180 نفر تا ثبت نام داشته و اگه بیاد داره میاد. خب از بسیدون کردیم دیگه خود در 3 ساعت خورده یه رایگانه میتونی بریم و تمام این حرفی که اینجا زدیم تقریبا داره، به علاوه این که دقیقا استپ بای استپ نصب همون داکر که اینجا ما حالا چون کامپیوتر نکشیم تمام اینا هست. خب
میتونیم بریم جلو و یه سری از مواردی که در جلسات بعدی واسش میگیم. خب خب دسته صد خورده، پس اینجا میتونیم چیز کنیم، فایلش الان تو این هست اگه خواستیم بیان بگیریم. و یه مورد دیگه هم، حالا این دوره یه هست واسه کسایی که خیلی بخوان لینوکس اینا خفن کار کنه، اونم دوره اوله آزمونه FPCI وانه، همه از جادیه، خیلی باحاله، میاد کلن کنها بونه اون لینوکس ها و کرنل ها اینا چی چیه، حال چی چیه، اینا تمام اینا را میاد توضیح میده. خود من اولیش دیدم، چون الان درگیری کارهای دیگه مثلا خیلی دوست دارم، ولی لینوکس هم اطلاعاتش بره بالا، چون اگه شما لینوکس کامل بلد باشین، مطمئن باشین چه بخواین بنویسین 300 مین بشین، چه بخواین برنامه نویسی خوب بشین، مطمئن اگر شما مفیده، یعنی بی فایده نیست دونستنش. فایل های نصب داکره که همون واسه ویندوز ها مکینتاش، و چند تا ایمیج برای تست که همون لینوکس و انجینیکس و اینا که ران گرفتیم. اسلایدش هم که پی دی افش هست توی گوگل اسلاید هم لینکش هست، حالا توی همون کانال تلگرام، از اون دیگه همه تلگرامی شدم، کانال تلگرام چیزا همایش تو اونجا لینکش رو میذاری. اگر ویدوش جالب در اومد با این چیزم یه ادیتی روش انجام میدیم و میذاریمش تو آپارات یا یوتیوب. خب سوال بفرم. بله مثل مثلا انجینیکس یا اچ ای پروکس. خب ببینید دقیقا، خب نکته جالبیه، شما مثلا یه سرویسی دارین با پی اچ پی نوشت، با انجینیکس نوشت، هرچ. خب این یه کانتینر، این یه کانتینر، این یکی این یک. خب حالا ممکنه روی یه سرور هم باشه، مهم نیست. یه سری مشکلاتی داره تکنولوژی های برنامه نویسی، مثلا نود جی اس، چه میدونی اسمشو؟ جاوا اسکریپت سمت سرور. خب نود جی اس سینگل ترده، سینگل ترد، یه ترد فقط از سیستم عامل داره باش کار میکنه. خب شما وقتی بیاین یه دونه روی این کانتینر یه نمونه از اون اپلیکیشن رو بیاریم بالا، روی این یکی، روی این یکی، روی این یکی، مثلا چهار تا باشه. خب رم دونه مثلا هست چهار سگی رم داره. خب میاین اینا را ران گرفتیم، بعد یه دونه کانتینر میاین جلوش بالا به عنوان لود بالانسر، و تمام ترافیکو میفرستین تو این کانتینر، تو اون اولیه انجینیکس، مثلا انجینیکس میاد پخش میکنه به این سه تا. خب اینجا خوبش چیه؟ خوبش اینه که اگه یکیش کرش کرد هست شد، این سه تا هست، یعنی دام تایمتون خیلی پایین. اگه شما خواستین یه ورژن جدید از نرم افزار رو بیارید بالا، مثلا یه باگی داشت باگ رو بخواید رفع کنید، خب این ری استارت میشه، ورژن جدید میشه، این ری استارت میشه، این ری استارت میشه، این ری استارت میشه. دقیقاً وقتی که این داره ری استارت میشه یا تو مشکلی ری استارت شدن داره، این درست پاسخ خوب هست. یا تو همون بحث ترد، وقتی که این سینگل ترده، شما عملا مثلا سرور گرفتین 4 تا 5 تا کور داره، یعنی دیگه الان دیگه تمامه، حتی گوشی ما با همه گوشی ها مثلا 4 هسته یه و یکی میگه 8 هسته یه و باز روش راه میشه و فلان میشه و اینا، ولی در واقع اپلیکیشن ها چیزی که ما داریم نیستیم از تمام ظرفیت و سخت افزار استفاده نمیکنه. خب بعد اینجوری میاد چیکار میکنه؟ میام از خود اون داکر میاد مدیریت میکنه، سی پی یو صفر میده به اون اولی، دو رو میده به اون اولی، سه رو میده به این و الی آخر. بعد شما میتونید وقتی کانتینر رو رانش کردین سویچ داره، آپشن داره که بگین این کانتینر 200 مگ رم چیزشه، سهمشه، اگه بالاتر از 200 مگ شد ندهش، احتیاجش ندهش. یا مثلا سی پی یو چندم، شما رو چندم میخوام بدم به چند تا کور میخوام بدم به اون کانتینر، و این خیلی میتونه مفید باشه. مثلا من خودم همین لود بالانسر یه سرویس بود تا چند وقت اردم خود سر دانش کردم جالب نبود، یعنی توجیه اقتصاد نداشت. خب اوردمش بالا، دقیقاً یکیش کرش کرد، مثلا این مثلا چلنج کرش کرد یه لحظه دام شد، ولی من داشتم ریکوست بهش میفرستادم، چرا؟ چون اون دو سه تا داشت هندل میکرد. بعد مثلا میبینی شما میبینی که برای چی کرش کرده، لاگ فایلش رو میبینی و الی آخر. ماشین مجازی نیست، همون اول گفتیم تفاوت چه با ماشین مجازی، ولی شبیه به اونه، هر کدومش مجزاست.
وب سرور انجینکس هست. بله. بعد اون انجینکس هم میتونید دوتا داشته باشه. حالا اون دیگه بحثه، یه خیلی چیز دیگه که مثلا املود بالاست که دوتا داشته باشه. اگه اون یکی هم خراب شد بفرستید اون یکی. ولی پورت دیگه شما دقیقاً یه خوبی هم که داره اینه که میتونین HTTPS که مثلا دارین HTTPS رو کانفیگ کنین فقط اون انجینکس. خب؟ بقیه اونا چون که پابلیک نیست نمیره تو اینترنت بیاد، خود سرور انجام میشه. مثلا با HTTP داره وصل شده به اپلیکیشنت. دیگه سوال؟ بفهم. خب اون پیاتسازی اون کار دانش تخصص خیلی بالاتری هم میخوام مشخصا، مثلا طرف باید خیلی خوره لینوکس باشه بتونه یه همچی کاری انجام بده، ولی این کار خیلی راحته چون که شما قشنگ با همون بیس ایمیج که دارین استفاده میکنین. ولی خب بیشترین استفاده از داکر مال وقتی که گفتم اون محیطره میاد یک سانش میکنه، محیطی که شما مثلا دیولپ دارین انجام میدین تست میگیرین، این محیط دقیقا همینه، همین پوش میشه تو سرور و اونجا داره ران میشه. خب ممکنه مثلا شما خیلی وقتا تو عمل یه کاری داره میکنه رو اینجا داره جواب میده رو این سیستم خودتون، وقتی فرستادین اون بالا، خب اون بالا محیطش فرق میکنه، مثلا PHP ورژن مثلا 4.3 از شما PHP ورژن 5 فلان ارور میده. اینکه این محیط یکی باشه خیلی عالی و اینکه شما بتونین داون تایم رو خیلی بیارین پایین. مثلا آقا سرور پوکید اصلا یه بد سکتور گرفت رو هاردش نابود شد، خب شما حتی اطلاعات اونم بکاپ داشتین، چقدر وقت طول میکشه که یه سرور دیگه خام بیاین و روی این حالت کوشش روی این حالت بهش SSH فست بشین، دونه دونه دیپندنسی ها که اون اپلیکیشن میخواده نصب کنید و بعد با مثلا FTP سرویس رو بفرستین رو اون جاوا ران بگیرین ازش. اگه اونجوری باشه ایمیجش داریم داکر پول فلان ایمیج تمام شد، یا نه داکر ران فلان ایمیج خودش پول میکنه ران میکنه تمام. این فوق العاده داون تایم ها میاره پایین. مثلا البته ببینید دقیقا گفتم این مبحث و این بحث ها واسه کسی واسه جایی مثلا همه جا مطرح نی. یه موقع از خود الان نمیدونم شنیدین یا نه، مرکز آمار ایران رو هک کردن دیروز، امروز هم سازمان ثبت کل کشورها رو ثبت اسناد رو هک کردن، اونم الان نمیاد بالا. خب دولتی ها مهمی براشون، یعنی میگن خواله دو سه روز هم نیاد اصلا کاری لنگ نمیمونه. چرا؟ چون که همه چیز رو اینترنت نیست. ولی الان شما مثلا گوگل دان بشه خب الان چطور میشه؟ همه ما فلج میشه. خب یا یه لحظه مثلا این آقای فیلتر چی دستش بخوره مثلا کل دامینه زیر مجموعه گوگل مثلا ببنده، خب همه ما اعصابمون میرزه به هم. خب حتی ممکنه انقلاب بشه شاید چون که خیلی وابسته شدیم، گوشیمون کانتکتش تو گوگله و الاخ. خب یا تلگرام ها تمام اینا وقتی که مثلا بعض وقتا یه مشکل بر تلگرام پیش میاد همه میگن وای دان شد چطور شد فلان شده اینا، اون براش مهمه نه یه وبسایت که مثلا خیلی معمولی، اون حالا یه هفتم دان باشه طوری نی. پس اینا تفاوت هاییه که این کارها توی اسکیل های خیلی کار درست و انجام میشه. خب دیگه سوال کسی؟ خب حالا نظرتون چطوریه؟ چطوری بود نحوه جلسه؟ نحوه این که حالا بقیر از اون که نایمد بالا با من رو باید با یه لپتاپ بهتر بود چیز هر چیزی انتقاد هر چیزی از پوینت بالا هر چیزی نظرتون بگی. آها ولی خب اون عملیاتی دیگه مثلا اینجا الان اسلاید دیگه نیست یا اسلاید یه چند تا بیشتر نیست، همش دیگه توی محیط اینجا مثلا میشه یعنی اینجا میشه دیگه اینجا میشه ما فقط میشینیم کامند مینویسیم اینطوری.
خب البته آرمارومه و یه مثلا سر این چیز میشه کسی نمیخواد خودشو به رخ بکشه، خب یعنی سعی میکنه. و دیگه چی؟ خب همین. و اگه موافقی حالا من نمیدونم با چیز بفهم باید آپدیت بشی. درسته، خوبه اشاره کرد. خب بذاریم ما بریم توی اسلاید. من اتفاقا ایس آورده بودم اینجا، اینجا توی اون پلنه که ما اول کار چیدیم، قراره که تو جلسه بعدی که حالا هفتم باشه، یعنی همون بعدی باشه، مباحث که میخواییم بگیم ما آشنایی با دستورات داکره و مفهوم ولیوم که مثلا چطوری میتونه حالا ولیوم، حالا بحثش جداست، میخواد توضیح بدیم مفهوم شبکه و اینکه خودمون یه دونه از یه بیس ایمیج، یه ایمیج دل خواهمون رو بسازیم و یه دونه پروژه واقعی یا بیاریمش بالا. خب پروژه واقعی یعنی چه؟ یعنی که یه دونه اپلیکیشن خودمون قشنگ نوشته باشیم، خیلی ساده تغییرات انجام بدیم، یه ران بگیریم ازش، ایمیجش بسازیم و ایمیجش ران. خب واسه جلسه بعدی، حالا اینا هم نوشتم یه سمپل اپلیکیشن اینا، واسه جلسه بعدی که اگه اینترنت هم باشه دقیقاً من رو سرور شخص خودم رانش میکنم که خیلی هم لذت بخش بود. شما باید حتما کامند لاین رو باشه یکم کار کرده باشه، مثلا بدون آپشن چیه، بدون مثلا کامند از چه قسمت هایی تشکیل شده. مثلا الان ما بریم اینجا یه کامند بگیم، مثلا npm. خب npm اینجا نصب میسازم چون این خیلی جدیده. pwd. خب pwd میاد چیکار میکنه؟ میاد current directory که ما هست ما نشون میده. الان من هستم تو users/atown username هم. خب میخوام ببینم که این pwd چیکار میکنه. مثلا من pwd. خب حالا اصلا سویچ اینا خیلی کم داره، اومده گفته اسمش اینه، نمیدونم دیسکریپشنش این کار رو انجام میده و الاخر. خب حالا مثلا یه کامندی خیلی باحال‌تر و خطرناک، rm remove، مثل من rm enter می نویسه که سویچاش چیه، سویچاش داش دیه f فلان فلان و فایل. مثل آن لینک هم هست، یعنی آن لینک با rm فرق نمی‌کنه. خب مثلا یه دونه فایل رو شما بخواید remove کنید، یعنی استفاده کنید. یکم باید با این محیط آشنا باشین که به عنوان مثال ما نوشتیم docker dash dash help و helpش رو دیدیم، یعنی اینقدر بزرگ شده که اصلا دیگه خیلی این مثلا کامنت های زیر دستورش نوشته push, rename, restart, rm, rmi، اینا رو میخوایم کوچیک کوچیک رو یعنی اولیش استفاده میخوایم ازش بکنیم تو جلسه بعدی. بعد میخوایم ببینیم که خودتون بتونی یه سری چیزا رو هندل کنیم. مثلا وقتی مثلا نوشتین خواستین هلپ بگیرین، چه شکلی هلپ بگیرین؟ از این محیط تش نترسین، یه محیط سیاه خوفناکی نیست، میتونه ساکیدن باشه. خب پس لازمش یکی اینه، یکی این که داکرم میتونین نصب کنین تو خونه رو سیستمتون با همون چیزا مواردی که تو این فلش هست. اگه اینترنت دیدونم که خوبه که توی اسلاید ها لینکاش هست، دقیقا تمامه این تو هر مرد هستی که هستیم لینکاش هست. خب دیگه زمان داریم آیه تمامه سال پیشنهاد بفهم خیلی خوبه. درست. بله. دقیقا.
خب ببینیم مثلا یه سری از مفاهیم باید توضیح داده بشه. چرا؟ چون وقتی می‌خوایم ازش استفاده کنیم، اگه توضیح داده نشه، مثلا به عنوان یه اصل بخواد طرف قبول کنه، خیلی سخته براش. خب مثلا الان مفاهیم مثل مثلا داکر چیه، ایمیج کانتینر چیه و اینا الان همه فهمیدیم. خب مقدمات دقیقاً. تو این جلسه دوم ما میام اول همون مفاهیم اولو میگیم بعدش استفاده می‌کنی و بعد آخر کار یه سامپل اپلیکیشن درست می‌کنی. یعنی سامپل اپلیکیشنی که داریم و آپش می‌کنیم تو سرور با همین داکر. دقیقاً اون یه پروژه می‌ریم جلو. نمی‌خوام مثلا وارد بحثیم بشیم که این سامپل اپلیکیشن چطوری می‌خوام بنویسیمش. اون یه دونه حالا با هر زبان ممکنه باشه. نود جی اس باشه، گولنگ باشه، پی اچ باشه و علاوه. فقط می‌خوام ببینیم که این اپلیکیشنی که نوشتیم چطوری می‌تونیم یه کاری کنیم که این کانتینر پورت مشخص براش تعریف کنیم که مثلا آقا از این کانتینر با این پورت بیا بیرون و مپش کن به 80 سرور که من وقتی ریکوست مثلا می‌نویسم مثلا aitahani.com خب بره توی DNS و وقتی که رفت تو سرور من این سایت رو منو بیاره بالا. خب دقیقا میشه اون مفاهیم شبکه دار داره. اون بحث والیوم میشه چی؟ میشه اون سورس ایمیجی، سورس اون کاری که داریم ما چطوری میتونیم مانتش کنیم که فایل های اصلیمون داخل هاستمون باشه نه داخل کانتینر. بس یه سری مفاهیم ما میگیم و دقیقا مثل حرف شما که گفتیم روی یه دونه آخر کار روی یه دونه اپلیکیشن میریم جلو. ببینید توی مثلا کارگاه ها اینا حالا من تو جشن انتشار اوبون تو کیا بودن؟ یه تعداد تو جشن انتشار اوبون تو کارگاه و نمیدونم حالا من ام چیزا بودم امبدده بودم. امبدد خیلی خوب بود مثلا طرف آقای سلامتی خیلی با حال اومد توضیح داده از بیس و بعدم یه تست گرفت جالب بود خیلی لذت بخش مثلا بس چک رفته بودن داکر اونجا یه دونه کارگاه داکر بود میگفتن از همه اول رفت و تو کامند لاین. خب حالا من میخوام اینش رو نقد کنم تو واقعا فوق العاده آرش کارش درسته ولی چون که سطح اطلاعات فرق میکنه. خب یکی مثلا اطلاعاتش مثلا گیتا نمیدونه چیه مشکلی هم نیست مثلا ولی خب علاقه مند هست وگرنه طرف نمیاد بشینه اینجا. خب علاقه مند هست به این بحث ولی اطلاعات نداره باش کار نکرده باش آشنایی نداره. خب یکی اطلاعات داره بعد اینا مچ کردنش با هم دیگه کم سخت همیشه باید رو اون اطلاعات پایینیه بری پیش و آروم آروم بری بالا و مثلا اون کسایی که پایین اطلاعاتشون کمتره اگه خودشون رو بیان بتونن برسونن فوق العاده میتونن استفاده کنن از یه همچین همایش و همچین کار داریم. که نوشیم درست هم دومه جامعه دیگه شما تو همون چیز باشین کانال تلگرام باشین بروز هست. خب دیگه ممنون یا اگه سوال ندارین